راه زندگی تو بشناس، تو که گوشت با منه، قسم دروغ نخور چون عمرمون خیلی کمه. آب کوره را نذار که آخر راه ماتمه، گل و زنجیر و رها کن آدمی آدمه. خوش به حال توی دل پاک، خوش به حال توی فروتن، اومدیم دنیا از این خاک، برمیگردیم به همین خاک. راه زندگی تو بشناس، تو که گوشت با منه، قسم دروغ نخور چون عمرمون خیلی کمه. آب کوره را نذار که آخر راه ماتمه، اگه عیسی رو شناختی آخر راه روشنه. دوستان عزیز، خدمتتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که تندرست و کامیاب و شاد باشید. گرچه زندگی سخته، ولی خب بالاخره باید تلاش خودمون رو بکنیم. خوشحالم که برنامه 13 از مجموعه برنامه های موعظه بالای کوه رو خدمتتون تقدیم میکنم. موعظه بالای کوه در فصل های 5، 6 و 7 انجیل متی اومده و ما در 12 برنامه گذشته درباره فصل 5 به تفصیل صحبت کردیم و همینطور بررسی فصل 6 رو آغاز کردیم. در برنامه گذشته، برنامه 12، راجع به این صحبت کردیم که گنج ما کجاست؟ اولویت زندگی ما چیه؟ در زندگی به دنبال چی هستیم؟ غلام کی هستیم؟ غلام خدا یا غلام امور دنیایی؟ امروز من افتخار اینو دارم که یکی از محبوب ترین قسمت های کتاب مقدس رو تشریح بکنم و اون انجیل متی فصل 6 آیات 25 تا 34 که من قرائت میکنم و همکارانم هم پشت صحنه این رو براتون روی صفحه تلویزیون نشون میدن. انجیل متی فصل 6 آیات 25 تا 34، یعنی تا آخر فصل 6. پس به شما میگویم نگران زندگی خود نباشید که چه بخورید یا چه بنوشید، و نگران بدن خود که چه بپوشید. آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست؟ پرندگان آسمان را بنگرید که نه میکارند و نه میدروند و نه در انبار ذخیره میکنند و پدر آسمانی شما به آنها روزی می دهد. آیا شما بس با ارزشتر از آنها نیستید؟ کیست از شما که بتواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ و چرا برای پوشاک نگرانید؟ سوسنهای صحرا را بنگرید که چگونه نمو می کنند، نه زحمت می کشند و نه می ریسند. و به شما می گویم که حتی سلیمان نیز با همه شکوه و جلالش همچون یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می شود این چنین می پوشاند، آیا شما را ای سست ایمانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم، زیرا اقوام دور از خدا در پی همه این گونه چیزهایند.
اما پدر آسمانی شما میداند که بدین همه نیاز دارید، بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و انجام اراده او باشید، آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. پس نگران فردا مباشید، زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت. مشکلات امروز برای امروز کافی است. بله، توصیه مسیح اینه که نگران نباشیم، غصه نخوریم. ما باید نهایت تلاش خودمون رو در زندگی برای موفقیت انجام بدیم، اما نتیجه کار رو باید به خدا بسپاریم. روزی رو خدا میرسونه. ما هر چقدر تلاش بکنیم، دنیا اونقدر ناپایداره که ممکنه یک مرتبه همه چیز رو از دست بدیم. مسیح در آیه 26 میفرماید پرندگان آسمان را بنگرید که نه میکارند و نه میدروند و نه در انبار ذخیره میکنند و پدر آسمانی شما به آنها روزی میدهد. آیا شما بس با ارزشتر از آنها نیستید؟ پرندگان رو نگاه کنیم. چقدر رهان، چقدر آزادن. آیا اونها رو خدا نیافریده؟ ما رو هم خدا آفریده. روزی اونها رو کی میده؟ از کجا میاد؟ تا حالا فکر کرده بودی؟ آیا نگران هستیم؟ آیا قصه میخوریم برای فردا، برای آینده؟ آیا در انبار ذخیره میکنید؟ پرندگان چنین نمیکنن، ولی خدا به اونها روزی رو میده. یک تجربه بسیار زیبایی داشتم که با شما در میان میگذارم. سالها پیش برای دیدار یکی از دوستان با خانواده رفته بودیم کنار دریا در اون کشوری که من هستم، و تمام دوستان و آشنایان که همراه ما بودن گفتن ما میریم مغازه ها رو نگاه بکنیم. من بچه های خودم رو که موقع کوچیک بودن بردم کنار دریا، و یه دختر 14 ساله هم همراه ما اومد که از دختری که از دوستان بود. من نشستم روی سنگ های شن های کنار دریا و بچه های من رفتن کنار آب داشتن بازی میکردن. این دختر هم در فاصله شاید یه متری من نشسته بود. هوا هم ابری بود، اتفاقا موج زیاد نبود، ولی خیلی دریا آروم بود، ولی موج های خیلی ملایمی می اومد. و من دیدم که یک پرنده ای که من زیاد پرنده ها رو نمیشناسم، شاید یک کبوتر بود، یه پرنده سفید زیبایی بود، اومد و در فاصله 5-6 متری ما روی آب دریا نشست. موجها می اومدن و می رفتن و این انگار در یک نقطه ثابت ایستاده بود. شاید نمیدونم نیم ساعت، یک ساعت گذشت و این دختر نوجوان 14 ساله یه مرتبه من گفت عمو آرمان، نگاه کنی پرنده رو، انگار که هیچ جایی نداره بره و خونش همینجاست، با خیال راحت نشسته. این حرف مثل یه پتک بود رو سر من، خیلی رو من اثر گذاشت. میدونید چرا؟ چون در همون لحظه، در اون لحظات که یه روز شنبه، روز تعطیل بود و من میبایستی قاعدتاً بی خیال و آسوده خیال باشم و از روز تعطیلیم و از کنار دریا، از حضور دوستان استفاده کنم، دائما نگران و استرس داشتم که نگران بودم و استرس داشتم که کی میشه من زودتر به خونه برگردم و کار اضافی بکنم، روز تعطیل کار اضافی بکنم. نگران کار بودم، دلشوره داشتم، بیقرار بودم. وقتی که این دختر این حرف رو زد، خیلی رو من تأثیر گذاشت که کاش من هم مثل این کبوتر بودم، مثل این پرنده بودم که بیخیال، آسود خاطر، راحت، رها، وارسته، روی آب نشسته. انگار زندگیش همینه، نگران نیست که خب حالا برم به خونم برسم، برم به بچه هام برسم. آسود خیال بود. گل‌ها رو نگاه کنید. در کنار من، در این جایی که همکاران من آوردن که جای بسیار زیباییه،
دسته گل بسیار زیبایی هست. جلوی من هم یه دسته گل هست که نمیدونم دوربین نشون میده یا نه. مسیح میگه گلها رو نگاه کنید. آیه 30 از آیه 28 میخونم. سوسنهای صحرا را بنگرید. این گلها رو نگاه کنید. چطوری نمو میکنند. نه زحمت میکشند و نه میریسند. و به شما میگویم که حتی سلیمان، اون پادشاه بزرگ و ثروتمند اسرائیل باستان، سلیمان نیز با همه شکوه و جلالش همچون یکی از آنها آراسته نشد. و واقعا چه درسته. پس اگر خدا این علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می شود این چنین می پوشاند به این زیبایی، آیا شما را ای سست ایمانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ عزیزان، اگر ما انقدر نگرانیم، خوبه که به اطراف خودمون نگاه کنیم. این بخشی که من امروز خدمتون خوندم و دارم تشریح میکنم به واقع زندگی منو دگرگون کرده که با شما در میون خواهم گذاشت. واقعا چطور زندگی میکنیم؟ آیا با نگرانی؟ ما منظوری نیست که ما باید منفعل باشیم، بشینیم یه جا و به این امید باشیم که روزی ما از سقف بیفته. اصلا این نیست. ما باید نهایت تلاش خودمون رو بکنیم. زندگی مسیح یک زندگی فعاله. همونطور که در موعظه در خوشا به حال‌ها عرض کردم، ما باید تشنه و گرسنه عدالت باشیم. این عین فعال بودنه. یک مسیحی باید بهترین دانش آموز باشه. یک مسیحی باید بهترین دانشجو باشه. یک مسیحی باید دانشگاه بره. حالا اگرم نرفتید اشکال نداره، ولی منظورم اینه که نهایت تلاش باید بکنیم. باید در کار موفق باشه، چون مسیحی باید کوشا و سخت کوش باشه. اما منظور مسیح، جان کلام مسیح اینه که غصه نخوریم، استرس نداشته باشیم که حالا فردا چی میشه، وارسته باشیم. این روش زندگی مسیحیه. بله، پس زندگی مسیحی زندگی فعال و سخت کوشانه است. اما هدف مسیح، جان کلام مسیح اینه که ما نگران نباشیم. آیه های 31 و 32 رو خدمتتون میخونم. پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم، زیرا اقوام دور از خدا در پی همه این گونه چیزهایند. اما پدر آسمانی شما میداند که بدین همه نیاز دارید. عزیزان، روش زندگی مسیحی درست وارونه روش زندگی این دنیاست. مردم خدا نشناس، مردمی که با خدا زندگی نمی کنن، دائم نگران این هستن که فردا چی میشه. در اون زمان مخاطبین مسیح که فقرای جامعه بودن، واقعا نگران خوراک روز بعدشون بودن، واقعا نگران نوشیدنی آب روز بعدشون بودن. اون زمان اینطور نبود که لباسها قیمتهای مختلف داشته باشه. یه نفر مثل من پیرهن 50 تومانی بپوشه، یه نفر پیرهن 50,000 تومانی. اون موقع کسی که فقیر بود لباس میتونست نداشته باشه، لباسهای مندرس و پاره می پوشید. مسیح میگه نگران نباشید، خدا به فکر زندگی شما هست. امروزه ما شاید نیازهای اولیه‌مون تأمین باشه، مثل خوراک و پوشاک و نوشاک، اما نگرانی‌های دیگه ای داریم. مثلا یه موقعی شایع شده بود که جنگ میشه، به ایران حمله خواهد شد. مردم بسیار نگران بودن. خب بالاخره فردا یه چیزی میشه دیگه، من نمیدونیم چی میشه، ولی یه چیزی میشه. چرا از امروز برای فردا نگران باشین؟ یه روزی زمانی بود که من هنوز در ایران بودم، یه کشیشی پیشگویی کرد که در فلان روز در تهران زلزله خواهد شد
و یک سوم جمعیت از بین خواهند رفت. من نمیدونم چطور شد این خبر در سراسر تهران پخش شد و حتی در روزنامه ها هم نوشتن. خب بالاخره چرا باید نگران بود؟ حالا یا اون روز زلزله میاد یا نمیاد، که البته نیومد. بالاخره روش خدا طبق کتاب مقدس این نیست که یه پیشگویی بده به یکی فلان روز زلزله میاد و چند میلیون نفر میمیرن. خب معمولا خدا اینجور پیشگویی نمیده. اگرم بده میگه که پس مثلا مردم از شهر فرار کنن. طبیعتا این اصلا مطابق کتاب مقدس نبود، ولی نگرانی در مردم ایجاد کرده بود که خیلی وحشتناک بود. ما نگران این هستیم که فردا بچه هامون کجا تحصیل خواهند کرد، آینده بچه هامون چی میشه، آینده شغلی خودمون چی میشه، ما چه برنامه های برای آیندهمون باید داشته باشیم. پس زندگی مسیحی وارونه اصول این دنیاست. باید که نگران نباشیم، خدا نیازهای ما را میداند. دیدیم که در اینجا چطور میگه که پدر آسمانی شما نیازهای شما را میداند پیش از آن که از او درخواست کنید. عزیزان، او پدر ماست، خدا پدر ماست. من یادمه که وقتی بچه بودم نگران نبودم که مادرم چی کار میکنه، چجوری غذا درست میکنه، یا پدرم از کجا پول در میاره. میدونستم که بالاخره یه اتفاقی خواهد افتاد. شما هم همینطور وقتی بچه بودین طبیعتاً نگران نبودید که ای وای پدرمون از کجا پول در میاره و چجوری ما غذا خواهیم خورد. بالاخره میدونستیم که خدا کاری خواهد کرد. من تجربه خودم رو خدمتتون میگم. من در کودکی و نوجوانی زندگی بسیار سختی داشتم. ما زندگیمون بسیار سخت میگذشت. گاهی اوقات نگران غذا بودیم که آیا واقعا غذا به موقع خواهد رسید یا نه. ولی گرچه من میدونستم که وضع خوب نیست، وضع بحرانیه، ولی میدونستم بالاخره پدر وقتی شب بیاد خونه از یه جای پول تهیه خواهد کرد. حالا یا قرض میگیره یا مساعده میگیره یا بالاخره یه کاری میکنه. من نفسم از جای گرم بر نمیاد. میدونم نیازمندی یعنی چی. ولی وقتی بچه بودم به پدرم توکل داشتم، به مادرم اتکا داشتم. میدونستم که بالاخره اونها یه کاری خواهند کرد. امروز ما هم باید همین کار رو بکنیم. باید خدا رو پدرمون بدونیم. پدری بس مهربونتر از اون چیزی که پدر خود من بود، یا بس مهربونتر از اون چیزی که من الان برای بچه های خودم هستم. پس اگر خدا رو پدر خودمون میدونیم، بیایید نهایت تلاش خودمون رو برای زندگی بکنیم. اما استرس نداشته باشیم، فشار عصبی، استراب، نگرانی، دلشوره نداشته باشیم. وقتی من ایران رو ترک کردم و دعوت شده بودم به یک کشور اروپایی که در اونجا خدمتی بکنم، کاری انجام بدم، اون مؤسسه‌ای که منو استخدام کرده بود وضع مالی بسیار بدی داشت و ما هر ماه منتظر بودیم که یا این مؤسسه بسته بشه یا مطمئن نبودیم آخر ماه حقوق خواهیم داشت یا نه. و من نگران بودم. یه روز یادمه، دقیق یادمه کجا بودم، داشتم برمیگشتم خونه، یک مرتبه یک حالت ایمان در من اومد. گفتم، یادم اومد که مزمور 23 میفرماید خداوند شبان من است، یعنی چوپان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. مرا نزد آبهای راحت میبرد، مرا در مرتعهای سبز میخواباند، حتی اگر در دره سایه مرگ هم راه برم نخواهم ترسید، چون عصای چوپانی تو مرا تسلی خواهد بخشید. اینو به یاد آوردم و یک مرتبه در اون حالت ایمان که به من دست داده بود گفتم به من مربوط نیست، من دیگه نگران نخواهم بود، خداوند شبان من است. چوپان اونه، اون وظیفه داره. چوپان موظف گوسفنداش رو ببره به چراگاه. خدا میدونه که من نیاز دارم، خدا میدونه که
کرایه خونه باید بدم، به بچه‌ها نون بچه‌هامو برسونم، نیازهای بچه‌ها رو فراهم کنم، چرا من قصه بخورم؟ همه اینها رو میسپارم به خدا و آرامش عجیبی رو من اومد. یعنی چه من اینهایی که اینها رو که خدمتتون عرض می‌کنم موعظه نیست، بلکه واقعا تجربه شخصی خودمه و امیدوارم که شما هم بتونید خدا رو پدر خودتون بدونید و تجربه کنید این آرامش رو و از نگرانی و قصه خوردن برای آینده دست بردارید. در ضمن اینکه نهایت تلاش خودتون رو برای زندگی میکنین، آینده رو بسپارید به دست خدا و او روزی رسونه. جون چرا انقدر نگرانی؟ چرا انقدر به ساعت نگاه میکنی؟ شب شد. چیزی شده مادر؟ شب شد، هنوز هیچ کاری ما انجام ندادم. چه کاری داشتی که میبایستی انجام میدادی؟ هزار تا کار دارم هنوز هیچ کدوم انجام ندادم. خیلی خوب عزیزم، حالا به جای اینکه انقدر نگران باشی پاشو کاراتو انجام بده. آخه میترسم به همه کارام نرسم. عزیزم تو پاشو کاراتو شروع کن، مطمئن باش همه کارات تمام میشه. پاشو عزیزم. وای اگه تموم نشد چی؟ فردا چی کار کنم خدا؟ چی کار کنم؟ اوکی عزیزم، پاشو بریم با هم دیگه شام بخوریم، گرسنگیت که برطرف بشه، نگرانیت هم تمام میشه. پاشو. غذا؟ الان حالت تهوع دارم بالا میارم، مگه میشه تو این استرس غذا خورد؟ عزیزم، دخترم، یه ریزه آروم باش. مامان، اگه فردا نیاد چی؟ عزیزم، تازه اگرم نیومد، نیومد. یکی دیگه، چیزی که فراونه، مرد. آخه تا کی؟ چند نفر، ها؟ چند نفر؟ عزیزم، تو هنوز خیلی جوونی. چه عیبی داری دختر به این خوشگلی؟ تازه خیلی دلشون هم بخواد همچین دختر قشنگی گیرشون بیاد. معلومه که من ایراد ندارم، ولی بیچاره این دخترها زشت باشن میگن اینه کی میگیره، خوشگل باشن این حتما به شوهرش خیانت میکنه، حرف از شوهر بزن میگن نگاه چه بی حیاست، حرف همش از شوهر میزنه، نمیدونم شوهره رو رد میکنن، خواستگار رو رد میکنن، میگن این حتما یکی زیر سر داره. اگه مؤدبانه حرف میگن وای ببین چقدر لفظ قلم حرف میزنه، اگه به خودش برسه میگن این دل شوهر میخواد، هیچی بدبختی که باید بمیره خوبه؟ عزیزم این حرفا چیه تو میزنی؟ تو صبر داشته باش تا فردا، خدا بزرگه. شنیدی به چی گفتم؟ تحمل کن. این حرفا رو میدونم اما نگرانم. خب دخترم اگر شام نمیخوری برو دعا بکن، برو بگی بخواب استراحت کن، بلکه با آرامش بخوابی. باشه عزیزم. خواب؟ مگه خوابم میبره؟ بده من اون تلفن رو، من به اونا زنگ بزنم بگم فردا نه، یه هفته دیگه بیا. نه من یه هفته دیگه تو استرس باشم. پس برو الان بگیر بخواب، فردا صبح زود از خواب بیدارت میکنم تا به بقیه کارات برسی. باشه؟ نه فردا دیره. فردا اینو ساعت 5 بعد از ظهر میخوام بیاد، تو داری به منم استرس میدی، برو بگی بخواب دیگه. چشم. سلام، صبحت بخیر، چقدر ناراحتی؟ برو یه دوش بگیر. ای تب خالم که زدی. بهت گفتم که برو با آرامش بخواب، حالا اینم نتیجه نگرانیته. خب بهشون زنگ میزنم میگم هفته دیگه بیان، کنسلش میکنی. حالا بیبیشین با هم دیگه دعا کنی. پس مسیح می فرماید نگران نباشید، قصه
نخورید، چون پدر میدونه که به همه این چیزها نیاز دارید. در دنباله این بخش در آیه 33 مسیح میفرماید، راه رو نشون میده، میگه خیلی خوب، اگه قصه نخورید به جاش باید چیکار بکنید؟ نخست در پی پادشاهی خدا و انجام اراده او باشید، آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. میگه شما اول در پی پادشاهی خدا باشین، در پی این باشید که اراده خدا را انجام بدید، اون موقع همه این چیزهایی که نیاز دارید به شما عطا خواهد شد. خب میفرماید در پی پادشاهی خدا باشین، در پی انجام اراده خدا باشین، به جای اینکه قصه بخوریم. و اگر این کار رو بکنیم، بقیه نیازهای اساسیمون رو خدا به ما خواهد داد. حالا یعنی عملا ما چی کار بکنیم امروز؟ چطوری در پی پادشاهی خدا باشیم؟ چطور در پی انجام اراده خدا باشیم؟ ببینید موعظه بالای کوه همه قسمت‌هاش به هم مرتبطه. وقتی میگه در پی پادشاهی خدا باشیم، باید برگردیم به خوشابه‌حال‌ها. در خوشابه‌حال‌ها، در به خصوص خوشابه‌حال اول میگه خوشابه‌حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی خدا از آن ایشان است. پس ما اگر در پی پادشاهی خدا هستیم، باید فقیر در روح بشیم، باید خصائل خوشابه‌حال‌ها رو در خودمون پرورش بدیم. پس منظور از در پی پادشاهی خدا بودن یا انجام اراده خدا اینه که بکوشیم اون خصائل رو در خودمون پرورش بدیم. یعنی به جای اینکه نگران باشیم که فردا کارمون چی میشه، یا جنگ میشه، یا زلزله میشه، یا این یا اون، به فکر این باشیم که من اول آیا فقیر در روح هستم؟ آیا ماتمی هستم؟ آیا رحیم هستم؟ آیا پاکدل هستم؟ وقتی در پی اینها باشیم، خدا میگه خیلی خوب، حالا من بقیه چیزها رو برات تأمین میکنم. آیا واقعا گرسنه و تشنه عدالت هستیم؟ آیا در پی این هستیم که به جای اینکه دنبال مقام بالاتر، پول بیشتر، شهرت بیشتر باشیم، آیا در پی این هستیم که عدل و انصاف رو در محیط خودمون برقرار کنیم؟ آیا میکوشیم که اطرافیان خودمون رو به سوی خدا هدایت کنیم؟ اطرافیان خودمون رو با خدا آشتی بدیم؟ ما باید در پی این باشیم که رایحه دلانگیز خدا رو بین مردم پخش کنیم. انگار که حضور خدا مثل یک رایحه دلانگیزه و حضور ما باید این رایحه رو به دیگران نشون بده. آیا ما چنین رایحه‌ای از خودمون پخش می‌کنیم؟ ما باید در راستای برقراری صلح و آشتی در زندگی خودمون و دیگران بکوشیم. در ضمن پادشاهی خدا، همونطور که در یکی از برنامه‌های قبل اشاره کردم، پادشاهی خدا بر روی زمین همون کلیسای خداست، کلیسای مسیحه. کلیسای مسیح روی زمین جنبه زمینی پادشاهی خداست. گرچه پادشاهی خدا در آخرت، در روز آخر به طور کامل برقرار خواهد شد، اما امروز در این دنیا کلیسا پادشاهی خدا بر روی زمینه. پس وقتی که میگه در پی پادشاهی خدا باشید، یعنی ما باید در جهت گسترش کلیسا و استواری کلیسا بکوشیم. ما برای استوار شدن و بنا شدن کلیسا چه کاری انجام میدیم؟ چه کوششی انجام میدیم؟ جنبه دیگه از اراده خدا اینه که ما به نیازهای مردم هم برسیم. یک بار یکی از فقهای یهود از مسیح پرسید که بزرگترین حکم تورات چیه؟ و مسیح فرمود اینکه خدا رو با تمام دل و جان و قوت خودت محبت کن، دوست داشته باش، و هم نوع خودت رو به اندازه خودت دوست داشته باش. یعنی تمام احکام الهی در این حکم خلاصه میشه، دوست داشتن خدا و دوست داشتن مردم.
پس اگر در پی انجام در پی پادشاهی خدا و انجام اراده خدا هستیم، یکی از کارهایی که باید بکنیم رسیدگی به نیازهای مردمه، نیازهای مادی مردم، نیازهای معنوی مردم. چه لذتی داره وقتی که نیازی رو برطرف میکنید؟ چه لذتی داره که چشمهای نگران یه بچه کوچیک رو آروم میکنید وقتی که نیاز پدر مادرش رو برطرف میکنید و به اون آسودگی خیال میدید؟ من ماجرای خودم و گنجشکا رو خدمتون عرض کردم. من برای گنجشکایی که کنار پنجره خونم هستن روی چمنها نون میریزم و اونا میان میخورن و میدونید من احساس کردم که خدا منو تعیین کرده که روزی رسان این گنجشکا باشم. آیا خدا ما رو تعیین کرده که روزی رسون کی باشم؟ شما امروز از خودتون بپرسید، شما تعیین شدید که روزی رسان کی باشید؟ اگر شما در احتیاج هستید، بدونید که خدا یه نفر رو هم روزی رسان شما خواهد کرد. شعری هست معروف که میگه تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. خب ما بدیم تا به ما داده بشه. مسیح تعلیم داد بدهید تا به شما داده شود. نیازهای مردم نیازهای عاطفی هم هست. مردم احتیاج محبت دارن، ما هممون احتیاج محبت داریم. من نیاز به محبت شما دارم، من این رو پنهان نمی کنم. من نیاز به توجه شما دارم، نیاز به توجه اطرافیانم دارم. وقتی به من کم محلی یا بی محلی میشه غمگین میشم. به همین ترتیب دیگرانم به محبت من احتیاج دارن. آیا محبت خودمون رو به دیگران نشون میدیم؟ محبت بلا شرطی که توی یکی از برنامه‌های قبلی گفتم. یکی از راه‌های محبت کردن به افراد اطرافمون گوش کردن به حرفای اوناست. ما دوست داریم حرف بزنیم ولی کمتر دوست داریم گوش کنیم. عزیزان برای دیگران گوش باشیم. این است مفهوم زندگی مسیحی. زندگی مسیحی در محبت کردن به خدا، خدمت خدا و خدمت به هم نوع خلاصه میشه. فرانسوی ها فیلم های بسیار جالبی دارن که برای بعضی ها زیاد خوشایند نیست، یعنی به قول بچه های جوان فیلم های اکشن زیاد ندارن. فیلم هاشون خیلی معنوی و فلسفیه، برای همین باب میل همه نیست. یک بار یه فیلم فرانسوی می دیدم که ماجراش این بود، یه دختر جوانی دچار ناراحتی روحی و افسردگی شده بود و طوری که زندگیش مختل شد و اینو بردن یه آسایشگاه روانی. این دختر می گفت من اصلا نمی دونم برای چی زندم، چرا باید زنده باشم، هدف من چیه؟ وقتی که اینو بردن تحت درمان قرار دادن تو اون آسایشگاه روانی، یه محیط خیلی جالبی هم بود اتفاقا اون آسایشگاه، زیاد شبیه آسایشگاه روانی که ما عادت داریم ببینیم نبود، خیلی محیط شاد و خوبی بود و اونجا افرادی بودن که حالشون بسیار بد بود و این دختر یه هم اتاقی داشت و شروع کرد، احساس کرد که باید بهش کمک کنه. اون دختر خیلی به کمک احتیاج داشت و این دختری که هدفشو گم کرده بود یواش یواش شروع کرد به کمک کردن به دیگران و بعد از یکی دو ماه احساس کرد که حالش خوب شده. و یه بار که والدینش اومدن که ملاقاتش بکنن و ببینن حالش چطوره، گفت من دیگه حالم خوبه، من هدف زندگیمو پیدا کردم، هدف زندگیم اینه که به دیگران خدمت کنم. من یک مشکل اگزیستانسیلی داشتم و این مشکلم الان برطرف شد، الان میدونم برای چی دارم زندگی میکنم. شما برای چی زندگی میکنید؟ من برای چی زندگی میکنم؟ هدفم آیا فقط امور مادیه و خودمم؟ آیا من در مرکز قرار دارم؟ یا اینکه خدا و دیگران در مرکز زندگی من قرار دارن؟ اگر
زندگیمون رو اینطور شکل بدیم، تنظیم بکنیم، احساس مفهوم خواهیم کرد. احساس خواهیم که از زندگیمون معنا و مفهومی داره. و بعد بالاخره در آیه 34 مسیح فرمود: پس نگران فردا مباشید، زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت. مشکلات امروز برای امروز کافی است. چقدر عجیبه. نگران فردا مباشید، فردا نگرانی خودش رو خواهد داشت. امروز مشکلاتی داریم که برای همین امروز کافیه. عزیزان، خدا راهی برای زندگی ما فراهم خواهد کرد. مزمور 23 رو براتون نقل کردم. خداوند شبان من است. خدا به فکر فردای ما هست. امروز زندگی ما به اندازه کافی مشکل داره. مشکلات امروز رو حل کنیم، فردا که رسید به فکر مشکلات فردا خواهیم بود. منظور این نیستش که اگر کاری از دستمون برای فردا برمیاد انجام ندیم، نه، ولی گاهی اوقات کاری از دستمون بر نمیاد. مثلا شما فکر کنید یه نفر امتحان رانندگی داره، تمرینشو کرده، آیین‌نامه‌ش هم خونده، همه کارشو کرده، دیگه کار دیگه ای نیست که از دستش بر بیاد و این شخص استرس داره، طبیعتاً منم شاید داشتم، که فردا چی میشه. خب بالاخره یه چیزی میشه، یا رد میشم یا قبول میشم دیگه. اگر رد بشم، خب چرا از حالا نگران باشم؟ چرا امروزم رو خراب کنم؟ اگر قبول بشم و امروز نگران باشم، امروزم هم از دست دادم. یعنی به هر حال امروز رو از دست دادم، چه رد بشم چه قبول بشم، من امروزم رو به خاطر چیزی که نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد از بین بردم. پس وقتی که ما تمام تلاش خودمون رو کردیم، وظایف خودمون رو انجام دادیم، مسئولیت خودمون رو انجام دادیم، بقیه رو بسپاریم دست خدا. امروز رو به خاطر فردا خراب نکنیم. پس عزیزان، مسیح فرمود نگران نباشید، زیرا پدر شما میداند به همه این چیزها نیاز دارید. بیایید در خاتمه برنامه خدا رو پدر خودمون بدونیم، به عنوان پدر خودمون قبول کنیم و آینده رو بسپاریم دست اون. او خدای مهربون و پدر مهربونیه. مهربونتر از پدری که من داشتم و مهربونتر از منی که پدر بچه‌هام هستن. به او توکل کنیم. تا برنامه آینده شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارید. راه زندگی تو بشناس، تو که گوشت با منه، قسم دروغ نخور چون عمرمون خیلی کمه. آب کوره را نذار که آخر راه ماتمه، قل و زنجیر و رها کن آدمی آهدمه. خوش به حال توی دل پاک، خوش به حال تی فروتن، اومدیم دنیا از این خاک، برمیگردیم به همین خاک. راه زندگی تو بشناس، تو که گوشت با منه، قسم دروغ نخور چون عمرمون خیلی کمه. آب کوره را نذار که آخر راه ماتمه، اگه عیسی رو شناختی آخر راه روشنه.